مراسم تحلیف 8 تن از وزرای کابینه حکومت وحدت ملی که اخیراً از سوی ولسی جرگه کشور رأی اعتماد به دست آوردند، امروز در برابر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بجا گردید. در این مراسم که عصر امروز در ارگ انجام شد و در آن دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، احمدضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، انجینیر محمد خان معاون اول ریاست اجرایه و محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه نیز حضور داشتند، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، اکلیل اکیمی وزیر مالیه، نورالحق علومی وزیر امور داخله، دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، داوودشاه صبا وزیر معادن و پترولیم، سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، انجینر نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات و فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف حلف وفاداری یاد کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را حمایت، قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان را رعایت، حقوق اتباع را حفاظت و از استقلال تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم افغانستان حراست کنم و در همه اعمال خود خداوند جل جلاله را حاضر دانستم، وظایف محوله را صادقانه انجام دهم. مبارک باشد. پس از مراسم حلف وفاداری، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه جمهوری اسلامی افغانستان برای 8 تن از وزرای کابینه حکومت وحدت ملی وظایفشان را تبریک گفتند و برای آنان در راستای خدمتگزاری به وطن و مردم افغانستان آرزوی موفقیت نمودند.